چه روی داده، چه افتاده است؟ آهنگ ساز دیریست از پرده سکوت بیرون نیامده است. آیا کسی از آن سوی دیوار نیستی او را صدا زده است؟ اینجا چه روی داده که این بهت دردناک، این بغض سهمگین بر روی پرده های صدا بال گستر است؟ اینجا چه روی داده که سنگینی سکوت ویرانگر روان من دیر باور است؟ هرچند این سکوت ملال آور است و تلخ، در گوش آشنا به صداها سکوتها آهنگهای او بر بام هفت گنبد گردون شناور است. آن زمان پسر بچه کوچک هنوز نمی دانست که نوای فلوت چوبی دست سازش روزی نوازشگر دلهای ملتی، فردایی دیگر صدای فریاد سرزمینی در بند، و فرداهای بعد تنین جاودانی از آهنگ مقاومت و پیروزی خواهد شد. آره من شمالی هستم، توی بارون میده دستم. آره من شمالی هستم، توی بارون میده دستم. بساط تازه پیشانگی داشت در ایران پا می گرفت. بنابراین یک فلوتایی رو به خاطر بالوان اون موقع می گفتن که چند نفر بودن و فلوت و به اصطلاح سایدرام که ما بهش بگیم تبل، تبل کوچیک و تبل بزرگ، یه موزیک هم می خواستن برای رژه رفتن. بنابراین همینطوری که عرض کردم یک فلوتایی رو ایران سفارش داده بود که از خارج آورده بودن به ایران و تقسیم شده بود توی شهرستان ها که هر که علاقه به این ساز داره باش تمرین بکن. من پسرخاله‌ای داشتم که این جزء بالبان شد، یعنی همون چند نفری که عرض کردم باید هم فلوت بیزدن سایدرام، این پسرخاله من هم فلوت و شیپور رو انتخاب کرده بود و گهگاهی که خونه ما می اومد و تمرین می کرد با این ساز، من و این ساز علاقمند به خودش کرد. خب حالا من دسته به چی باید داشته باشم؟ باید به هر حال یک مساله‌ای داشته باشم که بتونم ازش یک فلوت بسازم. نتیجتا نیهای خودرویی که در اطراف شهر من رویده شده بود، از اون نی من اومدم با زدن وجب به این ساز که پسرخاله من حالا به دلیلی گذاشته بود منزل ما، من یک الگویی برداشتم از ساز مورد علاقه‌ام که همین ساز. و شبها و روزها نشستم برای سوراخ کردن این ساز زحمت کشیدم. به این ترتیب من این ساز رو ساختم و باهاش آهنگ‌های محلی تا اونجایی که میتونستم اجرا میکردم و این پایه کار من برای موزیک بود، چون اون موقع اصلا توی شهر من موزیسیانی نبود که من برم پیشش و یاد بگیرم. بله، زمانی که انقلاب شد و زمانی که خمینی وارد ایران می شد،
با گفتن همون جمله معروفی که هیچ احساسی برای ورودش به ایران و به مردم ایران نداشت، به حال باعث شد که اما جان فعالیتش رو از همونجا شروع بکنه و معتقد بود کسی که در بعد به ورودش بعد از سالها به ایران هیچ احساسی به مردم ایران و سرزمینش نداره، این با مردم ما غریبه هست. و با آهنگ معروف ایران ایران که معرف حضور همه ایرانیان هست فعالیتش رو شروع کرد، به عنوان یک ملی‌گرا، به عنوان یک فردی که عشق به مردمش می‌ورزید و به حال ادامه داد تا سال 60، که در سال 60 با ساختن آهنگ‌هایی که فقط مردم دوستی رو میگفت، فقط از مردم میگفت، فقط وطن خواهی رو میگفت، به زندان افتاد، ناگزیر به این مقدار شکنجه در زندان شد و به حال با تهدیدات زیاد توسط یکی از آشنایانی که ما داشتیم تونستیم اما جان را آزاد بکنیم. شرطش هم این بود که هرگز فعالیت هنری نکنه، برای اینکه میگفتن که اون یادآور به قول به زعم خودشون دوران طاغوت هستش. و به حال اما جان ناگزیر مدتی رو در شمال به سر برد به تهیه آثاری که فرهنگی بود اونجا پرداخت، ارتباط با کودکان، آهنگ‌هایی برای کودکان که از جمله قصه های سنتی ایران قصه خال سوسکه و کدو قلقلی و نظیر اینها به صورت موزیکالیته که خیلی مورد توجه بچه‌ها قرار گرفته بود. البته ما اینها رو به طور در واقع زیرزمینی پخشش می‌کردیم و بعد از اون هم دو تا اپرت ساخت که یکیش از حافظ تا نیما و دیگری همتای آفتاب هست که در اون سال البته از مولوی که بسیار اون دوتا هم مورد توجه مردممون قرار گرفت. و ناگزیر روزی در نماز جمعه تهران در روزنامه مردم اون زمان نوشتن که این جرثومه فساد هنوز مشغول به کاره و ناگزیر دستور به دستگیری دوباره اون دادن. ما دو مرتبه زندگی مخفی رو شروع کردیم و دیدیم که به هر حال به اون صورت فعالیتی نمیشه در ایران کرد که ناگزیر از ایران خارج شدیم. بشنو از نی چون حکایت میکنن. اولین باری که من عماد رو از نزدیک دیدم سال 53 بود، موقعی که برای اجرای یک کنسرت به شهر زادگاه من یعنی خرم آباد اومده بود و به واسطه دوستی که با پدرم داشت به خونه ما اومده بود. اون موقع تقریبا من 3 سال بود که وارد آموزش موسیقی شده بودم در رشته موسیقی ایرانی و ساز سنتور. عماد بعد از اینکه فهمید که من سادم سنتوره از من خواست که یک قطعه یه چیزی برایش بزنم. بعد از اینکه من یک قطعه کوتاهی نواختم، خب منو تشویق کرد و گفت که پسر جون اینو بدون که فقط موسیقی فقط با تمرین، پشتکار و حوصله آدم توش موفق میشه. برای من و البته بعدم از سوال و جواب ها و توضیحاتی که راجع به اون دستگاهی که من زدم داد، فهمیدم که عماد خیلی در زمینه موسیقی اصیل ایرانی اشراف و علم داره و احاطه کامل داره. برای من این مقداری تعجب‌انگیز بود، چرا که عماد رو من به عنوان خواننده پاپ می‌شناختم و اتفاقا کنسرتی هم که در شهر ما اجرا کرد و ارکستری هم که همراهش بود
یک ارکستر، یک ترکیب ارکستر پاپ بود و خودش هم چند تا آهنگ اجرا کرد که به صورت پاپ بود و این برای من خیلی نکته عجیب و در این حال یک پوسته شکنی در ذهن خود من بود، چرا که این تابو رو در ذهن من شکوند که مثلا تا اون زمان اساتید ما به ما میگفتن که انگار که فرض کنید من که موسیقی اصیل ایرانی یاد میگیرم دیگه نباید زیاد توجهی به موسیقی های انواع دیگه مثلا موسیقی پاپ یا انواع دیگه موسیقی داشته باشم، یا انگار که فقط همین نوع موسیقی که فرض کنید خود من درش تحصیل میکنم اون خوبه و این ذهن من رو از اون نقطه باز کرد و فهمیدم که ارزش گذاری یک موسیقی در این نیست که در رستش یا دستش یا نوعش به این بر نمیگرده، بلکه به تأثیریه که در شنونده میگذاره و به مؤثر بودنشه و اینو من در کار عماد و در سبکای مختلفی که عماد داشت به خوبی دیدم و از اون خیلی سرمشق گرفتم، کمان که خیلی قطعات اتفاقا اون زمان قطعات بدون کلامی هم که عماد می ساخت قطعاتی بود ترکیب از ارکستر پاپ و مثلا سازهای ایرانی مثل کمانچه، در این حال که باید یادآوری کنم که خود عماد اتفاقا دستگاه ایرانی و گوشهای ایرانی رو به بهترین و دلنشین‌ترین شکل ممکن با فلوت می نواخت. این گذشت و دیدار بعدی ما سالها یعنی فکر کنم 20 سال بعد در پهنه مقاومت بود. چیزی که منو زیاد تحت تاثیر قرار داده سخنرانی آقای رجوی در امجدیه اوایل انقلاب و تبریز و شمال بوده، من دیدم که این صحبتهایی داره میکنه که دقیقا اون چیزی هستش که ملت در انتظارش هست، بنابراین من دیدم که این بهترین سازمانیه که من بتونم باش همکاریم شروع کنم. 4 سال به این کار ادامه دادم، به تحقیقم در مورد سازمان مجاهدین خلق و مقاومت، تا اینکه به هر حال تسلیم واقعیت ها شدم و چون اون چیزی رو که این سازمان و شورای ملی مقاومت داره، منظورم سازمان مجاهدین خلقه، من در جای دیگه ای ندیدم، بنابراین تشخیص دادم که من با در کنار اینا وایسم و مبارزم رو ادامه بدم که افتخار اینو پیدا کردم که تا بدونجا که عضو شورا هم شدم و فعلا به عنوان عضو شورا به کار هنری خودم هم ادامه میدم. در مقاومت ایران عماد جان آثاری رو که ساخت و اجرا کرد آثاری بود که همراه بود با انگیزه هایی که از مجاهدان راه آزادی می گرفت. یادمه که آهنگی ساخت به اسم طلای داران راه آزادی که برای ارتش بود، آهنگی ساخت به اسم سرب داران که در ارتباط با سال 1360 بود، ارتش آزادی، و آهنگی به اسم ستارگان که مربوط می شد به بقای سال 67 که
قتل عام زندانیان سیاسی بود. سرداران آشنا شد و به خودم بالی دارم. شوخی هم نداریم، معدل 100 سال رو باید جمع کردی جوری دیگه بسته. و این اگه فلان کس نتونست یا اون نتونست، ولی ارتش میتونه بکنه، ارتش آزادی بر میکنه کار با خواهی. من اعتماد من بردیم نیازی اگر در جهان بودم از خدا تو هستی، به پیش خدا نام هر که برم با دعا تو هستی. ندیدم اگر ای خدای جهان وفاز کسی باد من تو بنا، که دل نوازی ز روز ازل قسمتم شده ای، که نقش مرا روی فرش زمین چنین بسازی. حدود 20 سال بعد یعنی سال 73 من عماد رو در کنسرت همبستگی با مقاومت که به دعوت رئیس جمهور مقاومت خانم مریم رجوی در سالن پل دو کنگره در پاریس برگزار میشد اونجا دیدم. از این تلاقی و تصادف خیلی متعجب و در این حال خیلی خوشحال شدم. البته اون ابتدا من رو نشناخت، وقتی آشنایی دادم و خاطره سالهای قبل رو یادآور شدم اونم مثل من از این دیدار خیلی خوشحال شد، همدیگر رو در آغوش گرفتیم و بعد از پرسجو از اوضاع همدیگه از اون پرسیدم که چطور شد که به خارج اومدی و به مقاومت پیوستی. اون داستانهایی رو از شقاوت آخوندها و از رنجها و سختیهایی که تحمل کرده بود و کشیده بود برای من تعریف کرد که حقیقتا دل من رو به درد آورد که چرا یک همچین استاد ارزنده و بزرگی باید اینطور مورد آزار و اذیت قرار بگیره. به اون گفتم که خب با وجود همه این سختی ها میدونی که من میتونم بگم که خیلی خوشحالم که الان در جایی قرار گرفتی که واقعا شایسته و در خور استاد بزرگی مثل شماست. خواستن که اماد جان فعالیت داشته باشه در مقاومت ایران و اماد جان هم که تصمیم خودشو گرفته بود برای اینکه معتقد بود در مقاومت ایران مجاهدین خلق که نیروی محوری این مقاومت هستن رسالتی با ارزش و شکوهمند رو به دوش میکشن و ما رو از این دیکتاتوری که سالیان سال تسمز گرده مردم ما کشیده میخوان که رهایی ببخشن و همین خاطر با تمام وجودش تو این مقاومت بود و رژیم هم میدونست که به هر حال نمیتونه اماد جان رو به هر نحوی که میخواد تطمیعش بکنه، برای اینکه اماد جان معتقد بود که نباید پا روی خون جوانان ایران گذاشت. از ایران تلفن میکردن میگفتن که دکترا دارن به هنرمندا میدن، که اماد جان بهشون گفتش که من دکترامو از مردم ایران گرفتم، نیازی به این دکترا ندارم. و یادم روزی در جواب یکی از اونها گفت که ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل، اینه که دکتراشون رو باید برای خود چو دگه دارن. و به حال
دفعه دیگه به فرم دیگه اومدن، گفتن که برگرد ایران، هر شغلی بخوای بهت میدن، هر کاری بخوای برات میکنن. تلفنایی بود که از ایران میشد، ولی مهمترینشون بود که روزی یکی از دوستان ما که در بدو ورودمون به آلمان با اونها با اون خانواده آشنا شده بودیم و خودشون از انسان‌های فرهنگی بودن که در زمان گذشته در شهر مشهد کار می‌کردن، می‌دونستن که ماجان علاقه‌ای به کارهای فرهنگی اون آقا داره. اون آقا رو خونه ما فرستادن و کتابی رو همراه خودشون آقا آورد که به اسم تصنیف‌های ایرانی بود و ازش خواستن که ماجان اون تصنیف‌ها رو، اشکالاتی درش بود، اون اشکالات رو درست بکنه و و این کتاب رو به ایران ببرن و وزارت ارشاد تاییدش بکنه. اما جان در جواب به اون آقا گفت که همطور که گفتم، من پاروی خون جوانان ایران نمیذارم، این کار من نیست. و کتاب رو برداشت، گذاشت به کناری، گفت اینجا اومدی با هم دیگه چای میخوریم، با هم دیگه میگیم، میخندیم و بعدش هم خدافظی میکنیم و این مسئله رو هم فراموش میکنیم. اون آقا که خب میدونست خودش برای چی اومده، به اماجان گفتش که اماجان این کار مهمی نیستش، این دیگه تصنیف‌های ایرانیه، کار خیلی سختی نیست که تو میخوای این کار رو انجام بدی. و یه چک سفید رو از توی جیب بغلش در آورد و گذاشت جلوی اماجان. اماجان چک رو به خودش برگردون، گفت که نام نیکیگر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. من نیازی به این چک ندارم. مجدداً اون آقا گفت اما جان دست تو باز گذاشتن، تو هر رقمی رو که بخوای میتونی اینجا خودت بنویسی. مجددن اما جان بهش خندید، گفتش که رفیق من که به تو گفتم من خواستم چیه. اولا اینکه کار اونها به همینجا ختم نمیشه که اینا این امضا رو از من میخوان، ولی اگر حتی به همینجا ختم میشد هم من این کار رو نمیکردم. اینو بر، این پیغام رو از طرف من ببر و بهشون بگو من خریداری شده نیستم. سالها طول کشید، خیلی زود نشد، یه 3-4 سالی طول کشید که ما کم کم با دوستانی که در مقاومت بودن به صحبت نشستیم و کم کم دریافتیم که جای درستی هستش. به طور جدی با رژیم ایران، با رژیم دیکتاتوری ایران مبارزه علیهش حرکت میکنن، مبارزه میکنن. و این بود که ما با جان و دل وارد مقاومت ایران شدیم و میتونم بگم که در واقع با ارزشترین قسمت زندگی من زمانی هستش که در مقاومت ایران گذشت، چه برای من چه برای اما جان. اینو بی اقراق میگم، برای اینکه در زمانی که مردم من اینگونه در بند هستند، در زمانی که سالیان سال این روحانیون تسمه از گرده مردم من کشیدن، من هیچ جایی رو بهتر از مقاومت ایران، من و اما جان، این که میگم من، ما خانوادمون، جایی رو بهتر از مقاومت ایران برای مبارزه ندیدیم. و تا آخر عمرم هم من همونطور که اما جان تا آخرین لحظات زندگیش در این مقاومت بود خواهم بود و با افتخار این راه رو طی میکنم. و عقیدمون هم این هستش که خود مجاهدین خلق این رسالت رو به خوبی با رهبری بی‌نظیر آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی طی می‌کنن و این رسالت رو به دوش می‌کشن و میرن تا 1400 سال استبداد دینی رو از ایران ریشه‌کن کنن، استبدادی که به دست عقیده ما، به دست هیچ کس غیر از این مقاومت و به خصوص خود مجاهدین خلق برکنده نخواهد شد. میار جمع من ولی دلم تنها، لبم چو گل خندان، دو دیدم دریاست. لب از برون خندد، دل از درون گرید،
همونجا هم در سالن پلید و کنگره به اون گفتم استاد شما میدونی که من عاشق صدای سهرامیز فلوتت هستم و حیف بود که این صدای زیبا و سهرامیز در حصار خمینی دشخیم و اون گزمه‌هاش قرار بگیره و همونجا هم باش قرار گذاشتم که در اولین فرصت برای ضبط صدای دلنشین سازش به استدیوی ما بیاد که ایشون هم اومدن و این کار انجام شد و من چند قطعه یادگاری از جمله قطعه زیبایی که در دستگاه سگا با فلوت نواخت از ایشون ضبط کردم. اینجا باستی یادآوری کنم که فلوت نوازی عماد واقعا منحصر به فرد بود، چون فلوت و عموما سازهای بادی به جز نی، سازهای بادی کلاسیک منظورم هست، سازهایی نیستن که بشه با اونها به راحتی روبه پرده نواخت. یعنی روبه پرده از ویژگی های موسیقی ایرانیه و علاوه بر اون تکنیک هایی که در موسیقی ایرانی و در سازهایی مثلا مثل کمانچه یا نی هست، عماد به خوبی اینا رو در با فلوت ارائه میداد و اجرا میکرد و به این لحاظ واقعا عماد یک نوازنده بیبدیل بود در نواختن موسیقی ایرانی با فلوت و اجرای تکنیک های موسیقی ایرانی مثل گلیساندوهای متفاوت یا مالش‌های متفاوت، حتی تحریرها یا آکوردهایی که معمولاً در با سازهای ایرانی گرفته میشه، عماد در اجرای اینا واقعاً استاد بود و میتونم بگم واقعاً فلوت عماد در اعداد اساتیدی مثل یا در اعداد سازهای اساتیدی مثل ستار عبادی یا ویولون سبا و چیزهای از این دست بود. من چون فکر میکردم که این ساز رو باید سبک ویولون زد، خب چیزی رو تبدیل به چیز دیگه کردم، اصلا کار سختیه. یعنی شما با فلوت صدای ویولون داره، این مقدار مشکل. یه حرکتی ویولون داره به نام آرشپرون که من این رو رو فلوت پیاده کردم و کار بسیار مشکلیه. یعنی کار هر کس نیست که بتونه اینه بزنه. شما در آن واحد منظمی میفرمایید از اینکه دو تا صدا میشنوید، در حالی که من پردایی ساز من مثل ویولون نیستش که یکی برای آکور باشه یکی برای زدن، چون چهار تا سیمه نه. ولی بالا من شش تا سوراخ فقط، یعنی هیچ پرده دیگه من ندارم. ولی با این تفاصیل اومدم اینقدر فکر کردم که چیکار بکنم، این کار انجام دادم و خوب یادمه. یکی از خواننده‌هایی که من اصلا نمی‌شناسمش و اسمش به گوشم نخورده، فقط یک دفعه گوش کردم با مرحوم پیشکاری که شاگرد من بوده، این زده ولی با دو تا ساز زد. یعنی اول فرشار زد دوباره، بعد بله بعد زیرش زد، یعنی زد دده 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 دده، یکی بعد اول زد بام 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 رو هم شد باب 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 باب. ولی من یه نفره ای کاری میکنم، شما دو تا صدا میشنوید مثل آرشپرون. حالا اینم از عملنشو میدم. Thank you.
در اون سال یعنی سال 73 همراه با عماد و دیگر هنرمندان مقاومت سفری داشتیم به اشرف، جایی که عماد برای اولین بار به دیدار رهبر مقاومت برادر مسعود میرفت و از نزدیک با ارتش آزادی بخش و رزمندگان ارتش آشنا میشه. حقیقتا باید اذعان کنم و شهادت بدم که عماد پس از دیدار و پس از این دیدار مثل عاشق شیدایی بود که بعد از سالها به معشوقش رسیده باشه و من بعدها در عرصه های مختلف و در صحنه های مختلف شاهد بودم که عماد چه حمایت های جانانه ای از مجاهدین و از اشرف میکرد، به خصوص در مقابل مشاطگران مزدبگیر خارج کشوری رژیم که سعی میکردند و سعی میکنند جنایات این رژیم رو به اشکال و انها مختلف بزک کنند و بپوشونند. منم که رو به نهادم به قبلگاه محبت، منم فتاده چو یوسف درون چاه محبت، امیر ملک وجود و اسیر درگاه عشقم، منم که گوشه گرفتم به خانقاه محبت. دلم میخواست اما جان این زمان بود که بعد میدونم واقعا با فرم دیگه‌ای حتی با آهنگهاش با کلامش میتونست بیشتر انجام وظیفه بکنه در مقاومت ایران، ولی ما زمانی که به منطقه رفتیم با رزم‌آوران آزادی اونجا آشنا شدیم و دیدیم هر کدومشون با عشق و علاقه شبان روز در تکاپو هستن، به مردم ایران فکر میکنن، با آزادی اونا فکر میکنن، با چه انگیزه هایی دارن این تلاش ها رو میکنن، دگرگون شدیم. گاهن من اشک شوق میریختم، نمیتونستم باور کنم در یک منطقه نزدیک ایران این رزم‌آوران این گونه هستن. و اما جان خیلی تحت تاثیر بچه ها بود، خیلی با هر کدومشون صحبت میکرد، کلی داستان داشتن از پیوستنشون به مجاهدین خلق، از کارهایی که اونجا انجام میدن و به حال شور و حال خاصی داشت برای ما اونجا و به خصوص با دیدن آقای مسعود رجبی که ما خدمتشون رسیدیم و ما از نزدیک وقتی با ایشون آشنا شدیم دیدیم که چه انسان بزرگواری، چه روح لطیفی، شعرشناس، عارف، فیلسوف. باور کنید اما جان همیشه میگفتش که آدم در این مرد مبارز، در این مردی که اینگونه تلاش میکنه برای آزادی مردم ایران، واقعا تمام صفات خوب یک انسان واقعی رو میتونه ببینه و خیلی انگیزه میگرفت از آقای رجبی. آسمون عشقم دیگه یک ستاره نیست، دیگه اون شور جوانی واسه من دوباره نیست، نکنه خدا نکرده منو تنها بذاری، وقتی بر میگردین ایران منو اینجا بذاری، یه عمری یه من براتون ترانه خوندم به عشق ایران، هنوز رو صحنه موندم. عرشبت بطه جون اعتقاد بر این دارم که عرایزی که میکنم با تمام احساس و وجودم هست. یک کلمه امروز توی مصاحبه تلویزیونیم گفتم، این بود که گفتم آدم وقتی میاد پیش شماها تازه عشق رو پیدا میکنه. من تا الان نمیستم عشق و هوس رو چقدر فاصل است،
وقتی در خدمتتون آمدم عشق رو به معنی کلمه پیدا کردم و البته دیگه نیازی نیست که من به عرضتون برسونم که رهبری ما و رئیس جمهور ما اینها رو یادمون میدن و من امیدوارم لایق این باشم که به عنوان یک مرید بتونم طلبه خوبی در محضرشون باشم. برای که هر سازمان نمیدونی که عرض کردم یه رهبر میخواد، رهبری که بدونه چی کار داره میکنه و رهبر ما یکی از اوناست، عاطفی، با محبت، به موقع شجاع، به موقع ترسیم همه چیز، به موقع پیشبینی ها که بعد سال دیگه تازه پیاده میشون چیزی که ایشون پیشبینی میکنن. از گذشته این زمان رسم و راهم همچو پیران شور و شوقم کودکانه گه چو غنچه از نسیم خنده در من زد جوانه گه چو شمعی از شرابی عشق چشمم شد روانه خندایم گریانم گریانم بیبهانه خندایم گریانم گریانم بیبهانه. من البته خیلی کوچکتر از اون هستم که بخوام راجب استاد بزرگی مثل استاد عمادرام صحبت بکنم، اما فکر میکنم که هنرمند وقتی که با عشق مردم، در عشق مردم ذوب میشه و همراه میشه با قافله آزادی مردم، از یک هنرمند تبدیل میشه به یک جان شیفته و به یک عارف و به یک شخصیت عاشقی. این کامل تر از همش عاشق هست. من چند بار خدمت ایشون برای کاری رفتم، وقتی جلوشون مینشستم احساس میکردم پیش یک که ذوب شده در عشق به مردم، و بیشترین ناراحتی رو وقتی پیدا کردم که شنیدم برام تعریف کردن که جلادان حاکم بر میهن ما بر پیکر چنین وجود شریفی 80 ضربه شلاق زدن. البته این خودشون میگفتند که بهای اون عشق بود، بهای هنری بود که با زندگی مردم و با آزادی مردم و با قافله آزادی مردم پیوند میخوره. و البته از این ملامت ها بیشتر دردناکتر از اون شلاق ها ایشون کشیدند از جانب کسانی که سرزنش میکردند به خاطر پیوستن استاد عمادرام به قافله مقاومت، اما ایشون ملامت کشیدند اما از دست از طلب بر نداشتند و به این ترتیب هست که به نظر من شخصیت عمادرام همچنان که مرضیه بود، یک عارف، یک شیدا و یک عاشقی بود، همچنان که ام کلثوم، یعنی اینا تبدیل شدند به پیشگامانی که در صف پیشگامان آزادی ایستادند برای دفاع از مردم. بعد از رفتنش طبیعیه که خودش نبود که دیگه این آثار رو به وجود بیاره. ما ناگزیر به همون آثاری که داشت سعی کردیم که اون رو به طریق دیگه در دسترس مردم قرار بدیم، و چون یارانمون از به حال یاران مقاومت میخواستن که آهنگهای اماجان رو به بچه هاشون یاد بدن تا بتونن توسط پیانو یا سازهای دیگه
بنوازند و درخواست زیادی داشتیم اینه که خانواده من آثاری رو که آهنگهایی رو که ماجان داشت اینها رو از آقای هنرمند با ارزش آقای شاپور باستان سیار خواست تا تنظیم بکنن برای پیانو و خودشون بنوازن به طریقی که بچه های ایران بتونن این آهنگ ها رو با پیانو اجرا بکنن و اون رو در سایت اینترنتی ماجان ما گذاشتیم در یوتیوب گذاشتیم که به طور رایگان حتی بچه هایی که در ایران هستند و دوست دارن این آهنگ ها رو بنوازن استفاده بکنن و از والدینشون هم خواستیم که اگر در ایران از این آثار استفاده میشه خواهش کردیم که به هر کودک خیابانی و یا به هر کودکی که نیاز داره کمکی بکنه. به هر حال این یه قسمت از کارهایی بود که برای ما جان شده و الان در دسترس مردم هستش و کار دیگه این که سه تا آهنگ ما جان ساخته بود که اجرا نشده و ما اون آهنگ ها رو در دست تهیه داریم که به حال ضبطش بکنیم و در دسترس مردم قرار. من دوست دارم چند کلامی با هنرمندان شهر اشرف صحبت بکنم. من فکر میکنم اگر اما جان الان بود هرگز دست با آهنگسازی در مقابل آهنگسازی شما نمیزد. انقدر شما زیبا میسازین. من همونطور که گفتم وقتی واقعی تاریخی در ایران ما اتفاق میفتاد نهایتا آهنگی بود مثل دایه دایه وقت جنگ که توش یک غمی شنیده میشد، یک غمی داشت، یک بهار احساس حزن انگیزی داشت، ولی با حماسه هایی که شما آفریدید و آهنگ هایی که می سازین در ارتباط با اون حماسه ها حزن انگیز که نیست بسیار شاد و انگیزاننده هست و این یکی از ویژگی هایی هست که هنرمندان مقاومت ایران دارن. آهنگ های بسیار زیبا، اشعار بسیار زیباتر، اجراهای بسیار بی نظیر که من فکر میکنم الان در این زمان که فقط کار هنرمندان ما باید در جهت آزادی مردم ما باشه شما این رسالت رو به بهترین نوع خودتون دارین انجام میدین، اون هم با شکوهمندترین و زیباترین آهنگ ها و آثار. این رو من دارم خدمتتون میگم که 39 سال با اما جان زندگی کردم، در کنارش بودم، سازها ازش شنیدم، آهنگها ازش شنیدم، نظرش رو در مورد هنر و هنرمندها میدونم و میدونم که اگر الان بود و این آثار رو از شما میشنید خیلی مفتخر میشد که چنین آهنگهایی، چنین آثاری داره به وجود میاد و ما چنین هنرمندانی رو در منطقه مرزی کشورمون داریم. البته مکان مهم نیست، همونطور که برادر گفتن مسئله خود شما هستید، اشرفی ها هستند که در هر جای دنیا که باشند اشرفی هستند و به بهترین نحوی این رسالت رو، رسالتی رو که رسالت برگردون آوردن آزادی برای مردم ایران هستش حتما به بهترین نوع خودش انجام خواهند داد، برعکس افرادی که فکر میکنن که خب حالا از اشرف به لیبرتی رفتن. من نوع دیگه فکر میکنم و اون این هست که در هر زمانی که هر اتفاقی افتاد، هر سرفصلی برای مقاومت ایران و به خصوص مجاهدین خلق به وجود اومد، از زمان ایران، از سال 60 به این ور، از سال 67، از به هر حال اتفاقایی که در منطقه افتاد، در فروردین ماه، در ماه ژوئن دو سه سال پیش و 17 ژوئن 2003 در اوور
مگه این مقاومت از بین رفت؟ قدرتمندتر شد، با شکوه‌تر شد. امروز ما می‌بینیم که جهانی شده، از سازمان ملل گرفته، از شخصیت‌های معروف سیاسی گرفتن که هر کدومشون در قلب میلیون‌ها هم شهروندان خودشون جای دارن، اومدن به یاری مقاومت، پشتیبانی از این مقاومت می‌کنن. و من مطمئن هستم که هر اتفاقی که بیفته، چون ما رهبری نظیر آقای مسعود رجوی داریم، رهبری نظیر خانم مریم رجوی داریم، مفتخر هستیم که این مقاومت رو به بهترین نوعش راهبری میکنن و به اون جایی میرسونن که حتما به آزادی مردم ایران ختم خواهد شد. و به هر حال من خیلی خوشحال هستم که میتونم اینو بگم که شما هر جا باشید، همونطور که برادر فرمودند، اشرفی هستید. و تشکری هم دارم اینجا، دوست دارم، چون میدونم اگر اماجام بودن حتما از آقای کامیار نام میبردن. به هر حال تشکر بکنم از اینکه زحماتی رو که ایشون در این سالها در منطقه کشیدن. لبم چو گل خندان دو دیدم دریاست، لب از برون خندد دل از درون گرید، ز برق چشمانم نشانه ای پیداست، ز برق چشمانم نشانه ای پیداست. راستی که این وصف حال خود عماتم هست، سرخوش و شاداب و سبکبار، با روحی لطیف و قلبی شفاف و صدایی گرم که با نی و از نی حکایت ها داشت. اهل فن و اصحاب هنر بهتر از همگی ما می دانند که جامعه هنری ایران چه گوهر ذی‌قیمتی را از دست داده است. به راستی که او به عنوان یکی از رادمردان ادب و هنر ایران زمین، هم جامع ارزش ها و اصالت های هنر ملی بود و هم بازه نوآوری های ماندنی و هم در شمار درختان پرثمری که هرچه بیشتر گل و میوه میدهند، بیشتر سر فروتنی در برابر آب و خاک و تبار تاریخی خود فرود می آورند. گفتم غمم گم و بیرها کن، گفتم دلم روحی بسوزم، گفتم خدا گفتی صدا کن، گفتم که عمر نازنینم را چه گویی، گفتی فدا کن، گفتم که در شبای تاریک جدایی، گفتی دعا کن، چشمان تو در لب رنگی تا دارم، عاشق کشی نازنینم.